سلام بر شما سرخط خبرها. تأکید افغانستان و ترکمنستان بر تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور. آگاهان اقتصادی عملی سازی پروژه های زیربنایی را در فقر زدایی در کشور مهم می دانند. حرکت دادن همچون پروژه های عامل منفع و پروژه های منطقوی سبب اعتبار بلند بردن اعتبار سرمایه گذاری در کشور می شود. پافشاری پاکستان بر حل اختلاف میان کابل و اسلام آباد. نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل بر حل مشکل میان افغانستان و پاکستان از راه سیاسی تأکید کردند. پاکستان همیشه نشان داده به جامعه جهانی که دوست مردم افغانستان است. ارائه گزارش کارکرد یک ساله ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که به هماهنگی بانک جهانی کار عملی پروژه کاسا 1000 به زودی آغاز خواهد شد. در تیر کال په جریان که شرکت مجموعاً 1,208,601.5 میگاوات برېښنا تولید کړي و افزایش تنش‌ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل. بنام خدا و با عرض سلام، وقت بر شما بخیر. به خبر ساعت 10 شب از 1 با من سید عیسی سادات خوش آمدید. نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل بر حل مشکلات میان امارت اسلامی و اسلام آباد از طریق گفتگو تاکید کرده است. منیر اکرم گفته که با وجود اختلاف ها میان کابل و اسلام آباد، پاکستان متحد به حفظ روابط با افغانستان است. وای افزوده که آن کشور همواره از تعامل با نظام حاکم در افغانستان حمایت کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش با مشعل ایوبی. منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته که با وجود اختلاف ها میان امارت اسلامی افغانستان و پاکستان، کشورش متحد به حفظ روابط با کابل است. وی در گفتگو با یک رسانه آمریکایی بر حل اختلاف‌ها میان دو کشور از طریق گفتگو تاکید کرده و افزوده که پاکستان همواره از تعامل با حکومت سرپرست افغانستان در نشست‌های بین‌المللی حمایت کرده است. آقای اکرم تصریح کرده که مسائل داخلی و خارجی افغانستان نیازمند یک راهبرد مشترک و تلاش جمعی است. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی در این مورد دیدگاه دوگانه دارند. یکی از این آگاهان از گفته‌های نماینده دائمی پاکستان استقبال می‌کند و آن را در راستای ایجاد روابط نیک آن کشور با امارت اسلامی افغانستان سودمند می‌داند. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در رابطه با ایجاد روابط با افغانستان و گرم شدن صحبت ها با طرف افغانستان حرفهای داشتن، آن هم با یک روزنامه امریکایی، یکی بسیار خوب است. اما یکی دیگر از این آگاهان رویکرد پاکستان در قبال افغانستان را بازی سیاسی می داند و می گوید که آن کشور نیت نیک در برابر افغانستان ندارد. پاکستان همیشه نشان داده به جامعه جهانی که دوست مردم افغانستان است، ولی برای همیشه دشمن پنهانی مردم افغانستان بوده و هست و هیچ وقت سیاست خود به نفع مردم افغانستان تا به حال تغییر نداده. این در حال است که اخیراً درگیری ها میان مرزبانان پاکستان و افغانستان در ولایت خوست شدت گرفته و تا اکنون ده ها باشنده ی مناطق نزدیک به سرحد به دلیل جنگ ناگزیر به ترک خانه هایشان شده اند. کاردار سفارت افغانستان در ترکمنستان با مسئول سیاسی مرکز دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد برای آسیای میانه در ترکمنستان دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره عملی سازی پروژه های بزرگ زیربنای، آغاز کار پروژه های عام المنفع، تعامل با کشورهای همسایه و منطقه و عملی سازی پروژه تاپی گفتگو کردند. با این حال آگاهان اقتصادی عملی سازی پروژه های زیربنایی را در فقر زدایی و بلند بردن اعتبار سرمایه گذاری در کشور مهم می دانند. شرح بیشتر این گزارش از اسماعیل سادات.
فضل محمد صابر کاردار سفارت افغانستان در ترکمنستان با آندری لارین مسئول سیاسی مرکز دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد برای آسیای میانه دیدار کرده است. در این دیدار آقای لارین از گشایش پروژه تاپی، آغاز پروژه های زیربنایی، تعامل با کشورهای همسایه و منطقه و جلوگیری از فساد اداری و کشت کوکنار استقبال کرده است. همزمان کاردار سفارت افغانستان در ترکمنستان ضمن بیان دستاوردهای 3 ساله امارت اسلامی در مورد گسترش روابط و همکاری های سیاسی، اقتصادی و ترانسپورتی با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه ترکمنستان سخن زده است. بر تمام تقابل های سیاسی از طریق گفتگو راه حل پیدا میشه. امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه گام های مثبت‌تری ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی و اجازه بدن که خلاهای موجود در حکومتداری را ملت با مشوره حکومت فعلی افغانستان رفع بسازد. در همین حال آگاهان اقتصادی عملی سازی پروژه های زیربنایی را در بلند بردن اعتبار و رشد سرمایه گذاری و فقر زدایی در کشور مهم می دانند. چیزی که به نظر من خیلی مهم است حرکت دادن همچون پروژه های عامل منفع و پروژه های منطقوی سبب اعتبار بلند بردن اعتبار سرمایه گذاری در کشور میشه. بستر ملی و منطقوی پروژه په هیواد کې پلی کیږي کولای شي چې دا د افغانستان په اقتصاد کې مثبت رول ولوبولای شي، د ولګې، د فقر، د بیکاری کچه راکمه کی او هیواد کې د پانګونې انګیزه لوړه بوزي. این در حال است که اخیراً روابط سیاسی و اقتصادی امارات اسلامی و ترکمنستان با سپردن سفارت‌های دو کشور به یکدیگر و آغاز کار عملی پروژه تاپی بهبود یافته است. پروژه تاپی از بزرگترین پروژه‌های انتقال گاز در منطقه می باشد که چند روز پیش با حضور سران دو کشور در ولایت هرات افتتاح شد و با عملی شدن آن افغانستان به دهلیز اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد. مولوی احمد جان بلال سرپرست ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی می‌گوید که احیای مجدد و تجهیز شرکت‌های افغان تیور، شکر بغلان، نساجی قندهار، بلخ و پلخمری و شرکت اماراتی بست هلمند از دستاوردهای عمده این ریاست در یک سال پسین است. وای افزوده که در مورد پروژه کاسا 1000 با بانک جهانی گفتگو شده و در آینده نزدیک کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد. احمد جان بلال سرپرست ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی می‌گوید که شرکت برشنا در جریان یک سال اخیر 1,206,671 مگاوات برق تولید و مجموعاً 5,672,795 مگاوات برق از کشورهای همسایه وارد کرده است. با این حال عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا میگوید که تلاش ها برای تامین برق 24 ساعته کابل در 2 سال آینده جریان دارد. به گفته وی با آمدن امارت اسلامی تمدید خط برق 500 کیلووات وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان آغاز شده است. در تیر کال په جریان که شرکت مجموعاً 1,216,601.5 میگاوات برېښنا تولید کړي او 5,602 1,609.5 میگاوات برېښنا له بهر څخه وارد کړي. این ریاست از ادامه یک کار بخش اول کانال قشتپه با پیشرفت 91% و بخش دوم آن با پیشرفت 54% خبر داده است. دو قشتپه کانال الون چاری د دې کانال د لومړي پاس چاری 1.5% پرمختګ کړی او همدارنګ د دوهم پاس چاری 0.5% پرمختګ لیدل. سرپرست ریاست عمومی شرکت‌های اماراتی یادآور شد که تطبیق پروژه‌های فایبر نوری جریان دارد و 80% کار آن تکمیل شده است. د فایبر شبکه شرکت په 1402 کال کې شاوخوا 1500 کیلومتر په اوږدوالي د نوې نوري فایبر شبکې د جوړونې چارې روانې کړې چې له چین هیواد پرته دا شبکه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نښلول شوې، خو د چین سره د نښلولو په موخه لومړني ګامونه ترسره شوي دي. د سلام شبکې شاوخوا 180 سایټونه د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره د نوري فایبر سره نښلول شوي. د نوري فایبر شبکه تر 80% پورې معیاري شوي. از سوی هم این ریاست از صدور و تمدید جواز فعالیت شرکت های گردشگری و خدماتی، مهمانخانه ها و نصب ماشینری عصری برای پروسس سنگ ها و همچنان از آغاز تولید البسه بابو و چرم بابو، همکاری در برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی نیز خبر داده است.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل از کمک 16.1 میلیون دلاری هلند به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داده است. این در حال است که امارت اسلامی همواره از کمک های بشری برای مردم افغانستان قدردانی کرده و خواستار کمک های بیشتر برای رفع مشکل اقتصادی شهروندان کشور شده است. بیشتر با احمد شاه شکوهمند. از دیر زمان است که وضعیت اقتصادی شهروندان نگرانی جدی برای نهادهای کمک کننده به افغانستان بوده است و در آخرین مورد اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل از کمک 16.1 میلیون دلاری هلند به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان خبر داده است. اوچا از هلند برای کمک جدید 16.1 میلیون دلار به صندوق بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 تشکر می‌کند. بر بنیاد این آگهی نامه، هلند به حیث سومین کمک کننده بزرگ به این نهاد از سال 2016 تا اکنون 89 میلیون یورو به اوچا کمک کرده است. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در حالی از کمک جدید هلند به افغانستان سخن گفته که باشندگان کشور از بیکاری و ناداری در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. حکومت تسلیم شود و با مسئولیت از او استفاده گردد. امیدوار هستیم که به نفع مردم افغانستان تمام خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان با استقبال از این کمک ها می گویند که توزیع این کمک ها از طریق حکومت می تواند بیشتر مفید واقع شود. بیکاری متاسفانه در اوجش قرار داره و خیلی جوان ها هستند که کار ندارن. این در حالی است که امارت اسلامی همواره از زمین سازی برای رسیدن کمک های بشر دوستانه کشورها و نهادهای جهانی به مردم افغانستان سخن زده است. راهپیمایی در برخی از شهرهای بلوچستان به حمایت باشندگان منطقه چمن پرلت آغاز شده است. معترضان میگویند که در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان بزرگ راه بلوچستان و کراچی بر روی ترافیک بسته خواهد شد. این راهپیمایی به منظور اجباری شدن گذرنامه و ویزا در دروازه چمن اسپین بولدک آغاز شده است. اعضای حزب ملی‌گرای ایالت‌های دوکای، گوب و هرنایی بلوچستان در پاسخ به اجباری شدن گذرنامه و ویزا در دروازه چمن اسپین بولدک از سوی پاکستان از این معترضان حمایت می‌کنند. اعتراض کنندگان می‌گویند که باید مانند گذشته بدون گذرنامه و ویزا با پاکستان رفت و آمد کنند. آنان می‌افزایند که اگر دولت پاکستان به خواسته‌هایشان رسیدگی نکند، اعتراض‌هایشان گسترش خواهند یافت. امداد ملت پال گوندرو که پشتون تحفظ مومنت که عوامی نشن گوندی که پشتون خواه نشنل عوامی پارتی دا که انڈیم دی دا سن ملگری دی دا خبر یواجی در دکی پوری ندا دا با در دیر چول وطن پوری جی چون کام با پیوالا رکی خدا سیاسی ورون مشتوائی که پا دی مزایرو بانی عملم نوکی بیا با مش دا پنجاب و دا کراچی و دا کچی طول لاری ترو اتجاج بکو. برخی از باشندگان منطقه چمن پلت می گویند که دولت پاکستان می خواهد برای مبارزه با هراس افغانی بر باشندگان سپین بولدک چمن داشتن گذرنامه و ویزا را الزامی کنند. اما مردم منطقه چمن می گویند که به هیچ وجه این درخواست دولت پاکستان را نمی پذیرند. پاسپورت مش طول وطن خلافیو در کوچی در کندار خلافیو او دلتا چه مش پاسپورت جوڑو مش به دبی لزو جاپان لبزو سعودی لبزو. این در حال است که در این اعتراض ها بیش از 15,000 کارگر در دو سوی مرز به دلیل محدودیت گذرنامه و ویزا در دروازه چمن سپین بولدک بیکار شدند و بیمارانی که برای درمان به بلوچستان می روند با مشکل روبرو هستند. اما دولت پاکستان تا هنوز در مورد خواسته های معترضان چمن پرلت چیز نگفته است. یک مقام ایرانی میگوید که حضور کنترل نشده پناهجویان غیر قانونی افغان در تهران تبعات جبران ناپذیر فرهنگی دارد. او مشکل اصلی مهاجران را که میداند که به گونه غیر قانونی وارد آن کشور میشوند. همزمان با این یک آگاه سیاسی با اشاره به ممنوعیت خدمات صحی برای پناهجویان افغان در ایران میگویند که این عمل کرد خلاف حسن همجواری است. ریحان حسان با جزئیات بیشتر این گزارش.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران میگوید که بیش از 50% بیماران در شفاخانه ها و دانش آموزان در مرکزهای آموزشی در برخی منطقه های پایتخت آن کشور پناهجویان افغانند. او هشدار داد که حضور کنترل نشده این مهاجران می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیر داشته باشد. این عضو شورای شهر تهران بر رسانه ها گفته است که خانواده های ایرانی با مشاهده این وضعیت در مرکزهای آموزشی از ثبت نام فرزندانشان پشیمان می شوند. در همین حال یکی از آگاهان سیاسی می گوید که حکومت افغانستان باید شرایط مناسب را برای برگشت مهاجران افغان به کشور فراهم کند. وضعیت فعلی مهاجرین افغان در ایران به اندازه بدتر و آسیب پذیر است که انسان نمیتونه با الفاظ عادی از او یاد بیاره و یا وصف حقیقی از او را بیان کرده بتونه، و فکر میکنم که مسئولیت بزرگ به حکومت افغانستان برمیگرده که شرایط را مهیا بکنه که این مهاجرین بدون خوف ترس به افغانستان بر بگردن. این مقام ایرانی میگوید که مشکل عمده مربوط به افرادی است که به صورت غیر مجاز و قاچاق وارد آن کشور می شوند. یک آگاه سیاسی وضعیت پناهجویان افغان در ایران را دشوار می داند و میگوید که این رفتارهای نامناسب در برابر مهاجران افغان در آن کشور خلاف قوانین بین المللی است. یعنی ممنوعیت خریداری نان خشک در نانبایی ها بالای مهاجرین افغانستان قطع است، و از طرف دیگر خدمات ادویه و صحی هم بالای مهاجرین افغانستان بالای محصلین افغانستان ممنوعیت ایجاد شده. یعنی و از طرف دیگر مهاجرین افغانستان را به شکل اجبار اخراج میکنه که کار ایران در مغایرت با حسن همجواری، در مغایرت با شریعت اسلامی، در مغایرت با قوانین بین المللی شمارده میشه و این پیامدشان عواقب ناگوار خواهد داشت. دولت جدید ایران برنامه های گسترده ای را برای اخراج پناهجویان افغان روی دست گرفته است. قسمی که چند پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تاکید کرد، افرادی که به صورت غیر مجاز وارد آن کشور شدند با احترام به افغانستان بازگردانده خواهند شد، و پیش از آن اسکندر مؤمنی وزیر داخله آن کشور از پناهجویان افغان در ایران خواسته بود تا به کشورشان برگردند. همزمان با این ترکیه نیز از بازداشت 32 مهاجر غیرقانونی اهل افغانستان و پاکستان خبر داده است. شهرداری کابل اعلام کرده است که برخی از چهار راه‌های پایتخت را برای بهبود وضعیت ترافیکی برداشته است. نماینده شهرداری کابل میگوید که بر اساس اصول و قوانین مشخص این نهاد، شب گذشته یک چهار راه در منطقه دشت برچی کابل برداشته شده است. سومن رحمتی با شرح بیشترین گزارش. شهرداری کابل اعلام کرده است که برخی از چهره‌های پایتخت را برای بهبود وضعیت ترافیکی برداشته است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در ویدیوی بر رسانه‌ها گفته است که این نهاد بر اساس اصول و قوانین مشخص شب گذشته یک چهره در منطقه دشت برچی کابل را برداشته است. وی همچنان میگوید که به دلیل ازدحام و رفت آمد موترها که در منطقه چهارراه دشت برچی وجود دارد، این چهارراه نیز برداشته شده و دوباره به صورت اساسی ساخته خواهد شد. و شب گذشته هم بر اساس اصول و قواعد مشخص که وجود دارد در ساحه دشت برچی یک چهارراه وجود داشت که او برداشته شد و به شکل اینترسکشن ساخته میشه، بهسازی میشه تا وضعیت بهتر ترافیکی را مشابه داشته باشیم. وی میگوید که شماری از چهارراهی ها در کابل از جمله چهارراه برکی، چهارراه ترافیک، چهارراه کارت مامورین برداشته و به گونه اساسی ساخته شده است. بعضی از چهارراهی ها در داخل شهر کابل برداشته شده و به شکل اینترسکشن ساخته شده، مثل چهارراه برکی، مثل چهارراه ترافیک، مثل چهارراه کارت مامورین. این در حال است که شهرداری کابل همواره بر پاکسازی جاده ها با منظور جلوگیری از ازدحام ترافیکی در پایتخت تاکید کرده است. فرهنگیان نیمروز میگویند که کندن کری های خودسر و ساخت خانه ها در اطراف ساختمان تاریخی قلعه محمد این بنای باستانی را در حالت نابودی قرار داده است. این فرهنگیان از حکومت میخواهند که از آبده های تاریخی در این ولایت حفاظت کند. همکارم عارف عدیل از آن ولایت گزارش فرستاده است. این آبده تاریخی قلعه محمد است، مکانی که در نزدیکی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز قرار دارد.
اما در اطراف این قلعه باستانی خانه های مسکونی ساخته شده است. در همین حال فرهنگیان نمروز از احتمال فروپاشی این قلعه و سایر آباده های تاریخی در این ولایت نگران هستند. دولت در مسئولیت داره چه در تاریخی قلعگانی چی ده باید در اغوی پشوالی که پش ترتیب که او هم دارنگ ده هغه د شوال لپاره لا هم مثبت ګامونه واخلي. ما از حکومت خو درخواست داره تا به آبادات تاریخی و آثار باقی مانده از گذشته توجه خاص بنمایه. این قلعه نزدیک به 500 سال پیش ندارد و از بناهای مهم است که از بقای تمدن سیستان بر جا مانده است. مردم مکلف است که از کندنکاری، تخریب و یا در بستر آبادات تاریخی خانه و دکان ساختن اجتناب ورزند. در همین حال مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که با کسی اجازه کندنکاری غیر قانونی و ساخت خانه در اطراف آباده های باستانی را نمیدهند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت نیمروز همواره تلاش نموده تا از تمام قلعه ها محافظت کند و به هیچ کسی اجازه کندنکاری را نمیدهیم و توصیه ما به تمام ملت این است که از درست کردن خانه در حریم قلعه‌ها جدا خودداری کنند. بر بنیاد گفته های مسئولان محلی این ولایت ده ها آباده تاریخی در ولایت نیمروز وجود دارد که تنها 44 بنای تاریخی در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت ثبت شده است. در ولایت نورستان ساخت سرک جدید به درازی 6 کیلومتر با حمایت مالی والی نورستان و همکاری مردم این ولایت کار ساخت آن آغاز شده است. با تکمیل شدن کار ساخت این سرک مشکلات رفت و آمد باشندگان این ولایت حل خواهد شد. در ولایت نورستان ساخت سرک جدید با درازی 6 کیلومتر با حمایت مالی والی نورستان و همکاری مردم این ولایت کار ساخت آن آغاز شده است. کار ساخت این سرک جدید از سوی قاری زین العابدین عابد والی نورستان آغاز شد که با منظور گشایش آن با پارون مرکز نورستان رفته بود. دا سرک شروع کرده ده ادی تیل واده چې منګه ور سره کړی ده اوس خو فعلا تقریبا چې ما د 3000 لیټر تیل واده ور سره کړی ده ان شاء الله خو تر هغه به زه تیل ورته ورکوم چې دا سرکم له خیره هغه اخیری سرحد ته د حوض ساحې ته نه یې رسولی ان شاء الله دوی سره به زه کاملا همکار یم او ان شاء الله دا سرک به سر ته رسوم. این در حال است که باشندگان این ولایت از کمک والی نورستان در ساخت این جاده ابراز خرسندی میکنند. خلک چه دی واټنون سفر وهل 15 کیلومتر 10 کیلومتر چې دغه لار باندې وهل اوس چې دغه سرک راته جوړیږي او دغه اخري سر ته رسیږي د سرک جوړ شي او سہولتونو کا برابر شي نو دا ذره به یو سیاحتي دربه یو خلک ته به ډیر یو ښه سیل زمینه برابروي. گفتنی است که باشندگان نورستان روز گذشته همچنان شاهد ساخت دو سرک جدید بودند که نورستان غربی را با پارون مرکزی وصل می کنند. در خبرهای جهان هم این که آمار تلفات حمله هوایی روز گذشته به جنوب لبنان به 37 تن افزایش یافته، اما نیروهای امدادرسان در بیروت هنوز هم به دنبال افراد هستند که در زیر آوارها گیر ماندند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن تنش میان حزب الله و اسرائیل، سفارت آمریکا از شهروندان آن کشور خواسته تا لبنان را ترک کنند. شرح بیشتر این گزارش با مریم تیموری و احمد شاه شکوهمند. آمار تلفات حمله هوایی روز گذشته به جنوب لبنان به 37 تن افزایش یافته، اما نیروهای امدادرسان در بیروت هنوز هم به دنبال افرادی هستند که در زیر آوارها گیر مانده اند. همزمان با این ارتش اسرائیل گفته است که این حمله ها را با 10 هواپیما پس از شناسایی برنامه های حزب الله برای تشدید حمله های موشکی به اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر آگهی نامه گفته که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن تنش میان حزب الله و اسرائیل، سفارت آمریکا از شهروندان آن کشور خواسته تا لبنان را ترک کنند. همزمان با این وزارت خارجه اردن نیز از شهروندان آن کشور خواسته است تا لبنان را ترک کنند. این در حالی است که اسرائیل در روزهای پسین حمله های هوایی خود را بر لبنان آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گفته که ایران موشک های بالستیک کوتاه برد را به روسیه داده است. گفتنی است که واشنگتن هفته گذشته تهران را به تحویل این موشک ها به روسیه برای استفاده بر ضد اوکراین متهم کرده بود.
این در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نخستین نشست خبری پس از سفرش به عراق گفته بود از زمانی که او مأموریتش را به حیث رئیس جمهور ایران آغاز کرده هیچ موشکی به روسیه صادر نشده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در ایران اعلام کرده است که در یک انفجار در معدن معدنجوی تبس 30 نفر جان باخته است. گفته شده است که شمار ناپدید شدگان در این رویداد 24 نفر است و در زمان انفجار 69 کارگر در این معدن مشغول کار بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزاری مناظره دوم با کاملا هریس معاون رئیس جمهور کنونی آمریکا و نامزد دموکرات ها را رد کرده است. به اساس گزارش رویترز ترامپ در پاسخ به دعوت شبکه خبری CNN برای برگزاری دومین مناظره با رقیب دموکراتش گفته است که فرصت برای انجام مناظره دومی با کاملا هریس فراهم نیست. پایان خبرهای ساعت 10 شب از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه دیدنی یک باشید. شب بخیر. خدا نگهدار.